اوکونوشیما جزیره ایست در استان هیروشیما ژاپن که در جنگ دوم جهانی محل تولید بمب‌های شیمیایی ژاپن بود که عمدتاً علیه چین به کار رفت. این جزیره هم‌اکنون تبدیل به موزه شده است. گزارشی از سیران شرفی. اوکونوشیما جزیره ایست که در طول جنگ جهانی دوم محل تولید گازهای سمی به منظور استفاده در جنگ بود. بر اساس آمار تکمیل نشده، ژاپن طی سالهای 1929 تا 1945 حدود 7 میلیون بمب گاز سمی علیه چین استفاده کرد که 80% آنها در این جزیره تولید شده بود. ارتش ژاپن این زرادخانه را که اکنون به موزه تبدیل شده تا سال 1932 پنهان نگاه داشته و حتی محل آن را از روی نقشه حذف کرد. کارخانه تولید بمب‌های سمی را در سال 1929 شروع کرد و وقتی که ژاپن اولین حملات تمام عیار علیه چین را در سال 1937 آغاز کرد، تولید افزایش یافت تا نهایتاً در سال 1941 به اوج اون رسید. این موزه اسناد و مقالات تاریخی با ارزشی را به نمایش گذاشته و گذشته های تاریک و خونین را برای کسانی که امروز در صلح زندگی می کنند بازنمایی می کند. من نمی دونستم که این جزیره با تولید گازهای سمی مرتبطه که روی انسانها استفاده شده. تصورش سخته. این موزه با موزه های دیگر که اغلب ژاپن را یک قربانی جنگ معرفی می کنند و چیزی در مورد آن که ژاپن خود یک عامل جنایت بوده نمی گویند متفاوت است. من در شهر کور نزدیک هیروشیما زندگی می کنم و وحشتناک بود وقتی فهمیدم در اینجا نزدیک محل زندگی من گاز سمی کشنده تولید می شده. در میان مدارک حتی کتب آموزشی در مورد چگونگی استفاده از گازهای سمی و تشریح نمونه‌های حملات بی‌رحمانه گاز سمی در استان‌های شمالی چین وجود دارد. به گفته مدیر مؤسسه تاریخ گازهای سمی اوکونوشیما، مدارک این موزه نه تنها حاکی از استفاده ژاپن از بمب‌های گازی سمی است، بلکه در مورد صدمات مصیبت باری که چین و دیگر کشورهای آسیایی از این حملات متحمل شدن نیز روشنگری می کند. سیران شرفی، صدای آمریکا.